دو برابر پایینه. بچه ها همینجا سریع میگم پس این مساحتش اگه آ باشه بالایی 4a. خب چون به توان دو میرسوندیم دیگه، میگه اگه اینو رو قاعده بزرگ بذاریم یعنی چی؟ یعنی برعکسش کنیم. خب بچه اینو اگه برعکس کنیم چون مساحت کفش رو زیاد کردیم قاعدتا فشارش کم میشه. حالا میگه رو بزرگ بذاریم و بخواهیم فشار تغییر نکنه یه وزنه میذاریم رو این. این وزنه جرمش امه، این مثلا امه بزرگه. خب حالا میگه این وزنه چقدر باید باشه؟ میگم آقا این اگه فشارش پی پیریم باشه این پی باشه اینا با هم برابره. چرا؟ کی گفته؟ خودش گفته اگه بخواهیم فشار تغییر نکند. خب حالا میگه اگه بخوام فشار تغییر نکنه یعنی پی و پپرین برابر باشه، بیام حالا اینا رابطهشو باز کنم. پی که خب میشه ام بزرگ جی تقسیم بر آ، پپرین دو تا ام جیه، یکی ام بزرگ جی یه دونه ام کوچیک جی تقسیم بر چی؟ 4 تا. درسته؟ یعنی یه دونه فشار بالایی وارد میکنه، یه دونه فشار این وارد میکنه به کف، بعد با هم نیروهاشون رو جمع میکنن. حالا اگه بخوام ساده کنم، خب آ با هم میره یه طرف، این وسط این بکنیم 4 تا ام بزرگ جی میشه ام بزرگ جی به اضافه ام جی. درسته؟ که بعد 3 تا ام بزرگ جی میشه ام جی. میگه وزن این کوچیکه چند برابر بزرگه باشه؟ وزن کوچیکه باید 3 برابر وزن بزرگه باشه. تو پرانتز جرم امه ولی وزن ام جیه، حواست باشه. کسی هست متوجه نشده باشه؟ حله؟ آیه بهروز، بیخیله، ترابی، جباری، خیشفن، دراسای، درویشعلی. درویشعلی چه ساکتی؟ غنیزاده. بچه های ریاضی هم حتما حتما گوش بدن اینا رو. آها کریمی هم اوکی، خیلی عالی خیلی عالی، یه دوره خوبه دیگه. بیایم سوال یکی مونده با آخر، شعبانی هم اوکی. میگه در شکل مقابل مخروطی با مساحت قاعده آ ارتفاع اچ چگالی رو روی سطح، فشار وارد بر سطح از طرف وزنش. میگم خب فشارش میشه ام جی روی آ، نیروش ام جیه دیگه. خب چون پارامتری گزینه ها رو نگاه کنی برده به چگالی، من کدوم یکی از این سه تا پارامتر هم به چگالی ربط داره؟ ام جی یا آ؟ قاعدتا ام. پس ام رو بر حسب چگالی می‌نویسم. چه جوری؟ آقا وقتی چگالی هست ام به وی، پس قاعدتا ام میشه رو وی. حالا جای ام میذارم رو وی، میشه رو وی جی به روی آ. خب اینو تو گزینه ها ندارم. از طرفی گفتیم که تو مثالای قبلی و فصل 1 وی رو میتونیم بر حسب آ بنویسیم. وی چی بود؟ وی چیه؟ خودش تو پرانتز برگشته گفته 1/3 آه. پس اینو اینطوری میگیرم 1/3 رو آه جی به روی آ، که اگر من این آ رو خط بزنم حاصلش میمونه 1/3 رو جی اچ. آقا چرا مخروط چگالیش آه نیست؟ بچه ها آه ما واسه حجمایی میگیریم
که وقتی ارتفاع میگیرن یک نواخ بیان بالا، مثل استوانه، مثل مکعب، مثل مخروط که داره به این صورت میاد بالا مثل کوه، آئج نیست رابطمون. حالا مثلا مخروط یک سوم آئجه که حالا این سوال خودش اینو داده، زیاد چیز خاصی نیست. حالا بچه ها سوال بعدی کنکور 98 ریاضی هاست. بچه های ریاضی هم لطف کنن یه بار دیگه دست به قلم میشن اینو حل کنن. بچه های تجربی هم یه دقیقه وقت میدم حل کنید سریع، منتظرم بودید. بچه ها جواب ها رو اعلام کنید. قبلیارم بنویسید یا قبلیارم بنویسید. همه میگن 4. شهیدیان، شعبانی، ترابی، بیخیله، جباری، حجازی، حسینی و اسماعیلی، غنی‌زاده، خیشمن. خب خب حالا بریم ببینیم سوال چی میگه. یه مکعب فلزی توپری به ابعاد 2 4 5، میدونی اینا رو ضرب در هم کنی میشه حجم و چگالی 8، از طرف یکی از وجهاش رو سطحه، بیشترین فشاری که میتونه وارد کنه چقدره؟ بچه ها یادتونه میگفتیم پی ماکس اگه بخوایم داشته باشیم میشه اف روی آی مینیمم، یعنی بیشترین فشار روی کوچکترین سطح اتفاق میفته. بچه ها حالا کوچکترین سطح قبوله که همین 2 در 4 است؟ کوچکترین سطح همون همین 2 در 4 است. حالا میام میگم خب پس این 2 در 4 رو اینجا میذارم، 2 صدم 4 صدم. حالا بهتره که شما نمادلی بنویسید، در بتا منفی 2 بذارید که راحت باشید، ولی خب من این کار کردم. بعد حالا F بچه ها همون MGه، درسته G 10ه، ولی M رو باید دست بیارم. M رو چجوری به دست میاریم؟ از فرمول چگالی رو M به V خب رو 8، M V میشه 2 در 4 در 5، 4 5 تا 20 میشه 40 تا دیگه. حالا واحده درسته؟ بله، گرم بر سانتی، نم سانتی متر مکعب. خلاصه ام میشه 320 گرم. ما اینو رو تبدیل کنیم به کیلوگرم، میشه 0.32. که بعد من این اعشار اینجا رو با این دوتا میزنم،
میشه 14 به توان 3، واحدش هم که پاسکال. این هم سوال کنکور امسال ریاضی ها چیز خاصی نداشته. امسال ریاضی چگالی سوال نیومده، منتها اینجا داخلش هم چگالی هست هم فشار هست. خب بچه ها تا اینجا یه اوکی بدید تا بریم سراغ موضوع بعدی. تا اینجا اوکی؟ خب بقیه عزیزان همه خب حالا بریم سراغ فشار مایع. بچه ها مایع هم مثل جامد فشارش از رابطه F تقسیم بر A در میاد، یعنی فشار مایع هم از این رابطه در میاد F به روی A، و Fش هم که وزنشه دیگه، مایع فقط وزنشو به کف وارد میکنه. خب منتها بعضی موقع ها بهتره که از ام مایه استفاده نکنیم، چون جر مایه رو حساب کردن ترازو گذاشتن سخته، باید ظرفش هم داشته باشی و اینا. چیکار کنیم؟ بیا ام رو بر حسب چگالی در بیار. چرا؟ چگالیه اون موقع چگالی مایه مشخصه، تو میدونی داخل ظرفت الکل ریختی، آب ریختی، هر چی که ریختی چگالیش معلومه دیگه. پس به جای این میذارم رو وی جی به روی آب. حالا چون ظرف من توی شکل بالا یک نواخته، به جای وی میذارم آه به روی آ، بعد آه ساده میشه، بخش آه ساده میشه، میمونه رو جی اچ. این میشه فشار مایع که ما واسه همه حالت های استفاده میکنیم. درسته واسه یه ظرف یک نواخت رو نوشتیم، ولی واسه یه تمام ظرفا این رو جی اچ رو حساب میکنیم. هرچند ما اصلا ظرف کج و اینا به ما زیاد نمیدن که بخوایم فشارش رو حساب کنیم. پس فشار مایع که از وزنش ناشی شده میشه رو جی اچ. قبول؟ فشار مایع که از وزنش ناشی شده میشه رو جی اچ. حالا آقا مایع فقط خودش به کف فشار وارد میکنه، اگر فشار ناشی از مایع رو فقط بخوایم میشه رو جی اچ، ولی فشار کل هست رو جی اچ به اضافه پی سه. حالا اچ چیه بچه ها؟ اچ عمق این نقطه مونه، اچ عمق نقطه مونه، رو هم که جنس مایع مونه، جی هم که دهه. قاعدتا هر چقدر ماده ما عمیق تر باشه، فشاری که اون نقطه داریم بیشتره، چون اچش بیشتره. حالا پس اگه تو سوالی گفته بود فشار ناشی از مایع فقط میشد رو جی اچ، اگه گفته بود فشار در نقطه فلان نگفته بود فقط مایع میشه به اضافه پی هوا. پی هوا چیه؟ ما این نقطه پایینی که الان اسمشو میذارم آ، یه فشار مایع بهش وارد میکنه، یه فشارم هوا از بالا داره فشار میاره، که این دوتا رو باید با هم جمع کنیم. حالا این اثباتش هم وارد جزئیاتتون حتما بشه. حالا اگه بهتون گفتم فشار مایع به چی ربط داره؟ یک به جنس، دو به عمق مایع. اینو حواست باشه. حالا اینو بنویس تا به نقطه پایینی. الان دیگه بچه‌های ریاضی و تجربی با هم یکسان شدن. این اثباتش رو بنویس، هایلایت ها رو انجام بده، بقیه هم که سوال دارن بپرسن. توی مثال قبلم میشه استفاده کرد، ولی
ولی معمولاً واسه یه جامدات همون اف به آر رو می نویسن. زیاد قاطی پاتی نکنید. واسه یه جامدات اف به آر می نویسیم، واسه یه مایه ها میشه اف به آر نوشتا، یعنی مشترک همه اینا. ولی معمولاً جامدات رو اف به آر می گیریم، مایعات رو روجیت می گیریم. یه قاعده خیلی خیلی ساده. حالا بریم سوالاش، ببینیم سوالاش مشکل می خوریم آیا؟ بیاییم پایین بچه ها، نکته رو نگاه کنیم. بچه ها فرض کنید یه همچین ظرفی دارین که از پایین به هم وصله. قاعدتا ارتفاع مایع تو همه این لوله ها با هم یکسانه، عمق مایع یکسانه. بچه ها اگر من اینجا نقطه آ بگیرم، اینجا نقطه B، اینجا C، اینجا هم D و اینجا هم E، اینجا هم F. بچه ها توی خیلی نقطه مهمیه اینا، من آیا نقاط A تا F هم داخل یه مایع قرار دارن یا نه؟ بله. پس روهاشون با هم برابره، درسته؟ تمام مایع یکیه، تمام ظرف از یه مایع پر شده. از اون طرف بچه ها H چیه؟ H عمق، عمق تا کجا؟ تا سطح آزاد. یعنی اگه نقطه F رو در نظر بگیری، اون هم باید تا این بالا در نظر بگیری، تا سطح آزاد. یعنی تمام این نقاط عمقشون اچه، چگالیشون هم یکسانه. پس این جمله معروف که قبلا هم شنیدی در میاد، وقتی توی مایع به صورت افقی حرکت میکنیم، وقتی تو مایع به صورت افقی حرکت میکنیم، فشار تغییر نمیکنه. فشار توی خطی که به صورت افقی درون یک مایع است ثابت یکسانه. اینو حواست باشه. یعنی فشار F هم با D برابره. فکر نکنی F بالاش یه مقدار کمتری مایه است، اینو حس نکنی، این غلطه ها. چرا؟ چون این ظرف نذاشته این بره بالا، ظرف نذاشته این بره بالا. وقتی این نبود، این تا اینجا آب میومد، تا این بالا مایه میرفت. حواست باش. خب حالا تا اینجا اومدم، بچه های اوکی بدین، سوالی چیز دارید بپرسید تا بریم سراغ مثالا، ببینیم تو مثالا چی گیرمون میاد. خب خب با بقیه عزیزان بیایم سوال حل کنیم. تجربی 87 میگه قطر داخلی استوانه بلندی 2 سانته، اگه اون رو به صورت قائم نگه داریم، 157 سانتی متر مکعب هم داخلش آب بریزیم، فشار حاصل از آب در ته استوانه چقدره؟ خب بچه ها من میگم فشار ناشی از کیو گفته؟ آب فقط. یعنی فشار چیه؟ رو جی اچ.
خب روی آب رو که میذارم 10^3 باید کیلوگرم بر متر مکعب بذاری یا چگالی SI باید قرار داده شه، جی هم که 10. حالا عمقش رو ندارم ولی یه رابطه داشتم به این صورت، حجم بود AH، حجم من داده 157. حالا آش چیه بچه ها؟ APR2ه دیگه، APR2ه. پی هم که لطف کرده گفته 3 و 14. آرش هم که بچه ها این قطره، R1ه 1 زب داره. چرا سانتی گذاشتم؟ چون 157 سانتی متر مکعب بود، آر هم سانتی متر مربع میدارم، H سانتی متر در میاد، ولی واسه اونجا به متر تبدیل میکنم. خلاصه کلام H میشه بچه ها میدونی که 157 نصف 314ه. اعشارش رو در نظر نگیر، اعشارش رو در نظر نگیر، این میشه 1 مساوی 2 ضرب در ضرب توان منفی 2h که خلاصه h میشه 50 سانتی متر. 50 سانتی یعنی نیم متر، که حالا حساب کتاب بکنیم این میشه 5000، یعنی گزینه 4. این سوال خیلی خوبیه چون که هم فشار همون رابطه حجم داره درونش استفاده میشه. بچه ها حین این که می نویسن، حین این که می نویسید اگه سوالی هم دارید بفرستید. خب بچه ها یه اوکی بدین، یه اوکی بدین. خب حالا بچه ها این دو ستا رو من حل میکنم، بعد بعدی ها رو وقت میدم شما. خب توش یه سه چیزا هستش که دید بگیرید. فعلا میگه اگه عمق آب استخری 4 متر باشه، اختلاف فشار بین کف استخر و سطح آب چقدره؟ ما زوم کنیم. خب خیلی خب بچه ها اگه من این استخرم باشه و این هم مایع داخلش باشه، اگه کف استخر رو اینجا بگیرم، سطح رو اینجا بگیرم، فشار روی سطح همون پی هواه، فقط پی صفر، ولی فشار توی کف هست رو جی اچ به اضافه پی صفر. این درسته؟ اینو همه اوکی بدن. ببینید درست نوشتیم، فشار روی سطح پی صفره، فشار روی کف رو جی اچ به اضافه پی صفره. حالا بچه ها اختلاف اینا
یعنی این دلتا پیه قبول میشه رو جی اچ پیا میره با هم دیگه، پی صفر با هم ساله میشه. حالا عدد میذارم، چگالی آب 1000، جی 10، عمق 4، پس جواب میشه 4×10 به توان 4 که میشه گزینه 1 پاسکال. این هم از این. این ریاضی سال 82 بوده. سوال کسی نداره؟ خب بچه ها سوال کسی نداره؟ سوال کسی داره بپرسه؟ خب بریم بعدی. اینجه در چه عمقی از سطح دریا روها را از این به بعد درست تر می نویسیم باشه. بچه ها لطف کنید جواب را اعلام نکنید. آقای درویش علی این یک ماه دارم میگم. در چه عمقی از سطح دریا فشار دو برابر فشار جو؟ آقای اون فشار جو همون پی صفره. حالا میگم در چه عمقی از دریا فشار دو برابر فشار جو؟ اگر من یه عمقی رو بگیرم آ، میگم فشار آ هست رو جی اچ به اضافه پی صفر. بچه ها از طرفی گفته میخوام تون اخته آ فشارمون باشه دو برابر جو، یعنی باشه دو تا پی صفر. ناکن اچ رو که میخواد میگه فشار میخوام تو اون ارتفاع اچ دو برابر جو باشه. دو برابر جو یعنی دو برابر فشار هوا. میدونی دیگه یه مایع اینجا وارد میکنه فشار، یه دونم هوا بالا سرش. حالا پس پی صفر رو بیاری اینور، خلاصه پی صفر میشه رو جی اچ. حالا اینا رو عدد بذاریم. پی صفر رو داده 10^5، روی آبم که 10^3، جی هم 10، اچ هم در میاد 10. 10 متر. تو این رابطه همه رو اس آی میذاریم، اچ متر، چگالی کیلوگرم بر متر مکعب، جی هم که 10 متر بر مجذور ثانیه است. این هم از این سوال که داریم حل میکنیم. فقط باید با این اصطلاحایی که دارم هایلایت میکنم آشنا بشی، چیز خاصی اصلا نداره.
علی بنویسین. سریع بنویسین تا بچه های اوکی هم بدین ببینیم تا اینجا کسی مشکلی نداره. چه وضع سوال پرسه؟ اگه سوال داری خب کامل تایپ کن دیگه، میگم کسی سوال نداره میگی چرا. خب الان خواهش میکنم سوالتون رو تایپ کنید اگر لایق میدونید. خب حالا اینو من حل کنم، بعدی رو وقت بدم بچه ها حل کنن. میگه در شکل روبرو اگه بیشین نیرویی که کف ظرف میتونه تحمل کنه 315 باشه و بچه ها لطف کنن جواب اعلام نکنن، حد اکثر چند سانتیمتر میتوان به ارتفاع لوله، به ارتفاع جیوه در لوله اضافه کنیم تا ظرف نشکنه. اونایی که من دارم حل میکنم لطفاً خواهشاً گزینه اعلام نکنید. خب ما فشارمون میشه نیرو به روی آب. چرا باید از این رابطه برم؟ هر وقت بحث نیرو شد F به A راه حل ماست. بچه ما F به A رو مختص حالت جامد و مایع و گاز تعریف نمی کنیم، مختص حالت خاصی تعریف نمی کنیم. ببخشید F به روی A مختص هر سه تا حالت ماده است. F به روی A مایع جامد گاز. حالا برگشته میگه آقا بیشترین نیرویی که این میتونه تحمل کنه 135. میگم خب اوکی، پس اگر تقسیم بر آ کنم بیشترین فشار ممکن در میاد دیگه. خب بیا تقسیم کنیم. میگم خب افش هست 135، مساحت کف چنده؟ مساحت کف هست 20 سانتی متر، منتها باید تبدیل واحد کنیم، سانتی منفی 2 چون مربعه دوباره به توان 2، که این میشه خلاصه 135 دوم، 135 دوم ضرب در 10 به توان 3. این میشه جوابش. یعنی انقدر پاسکال، انقدر پاسکال بیشترین فشاریه که این کف ظرفه میتونه تحمل کنه. یه ذره از این بیشتر بشی کف ظرفه میشکنه. خب حالا من چی میخوام؟ من بیشترین عمقو میخوام. من میخوام ببینم اگه روی این مایه اضافه کنم، روی این مایه اضافه کنم این عمقه چقدر باشه، چقدر مایه اضافه کنم تا ظرفه نشکنه. میگم خب حالا که پیو در آوردم پی ماکس میشه چی؟ پی ماکس میشه چی؟ رو جی اچ. آقا چرا پی صفر رو نمیذاری؟ چون گفته از طرف مایه حساب کن فقط. نیرویی که از طرف مایه بهش وارد میشه 135، در نتیجه فشاری هم که حساب کردم از طرف خود مایه است، خود جیوه است. حالا بیام اینا رو عدد بذارم. فشار ماکسیموم رو در آوردم 13
5 3 تا 0 دوم مساویه. چگالی جیور چند داده؟ آها 13 5 2 تا 0. می‌بینید چرا تا اینجا تقسیم نکردم؟ جیو چند داده؟ 10. اس در میاد. حساب کتابو نگاه کن. این 10 با این میشه این با این میره کلا. پس اس شده 1 دوم. 1 دوم یعنی چند؟ 1 دوم یعنی 50 سانتی متر. این یعنی چی؟ بچه ها این بیشترین ارتفاعه، این ماکسیمومه. خب حالا میگه آقا اصلا نهایت نهایتش تو این ظرف میتونی 50 سانت مایه بریزی، الان چقدر توشه؟ 40 سانت. پس چقدر میتونی زیاد کنی روش بریزی؟ 10 سانت. پس ما روی ظرف 10 سانت دیگه میتونیم بریزیم. اگه 10 سانت و نیم بریزی قطعا کف ظرفه میشکنه در میاد. بعد این مشخصه، شما ظرفی که تحمل فشار نداره از کفش شکسته میشه، یعنی کفش یهو شکسته میشه در میاد. یعنی بشکه شما برداری از بدنه ها احتمال این که بشکنه خیلی کمه، از کف یهو میشکنه، چون کف داره بهش فشار ناشی از وزن مایه وارد میشه. حالا اینو الان کسی اگه نفهمیده بگه دوباره توضیح بدم، اگه کسی نفهمیده بگه دوباره توضیح بدم. از نیروی ماکس فشار در اومد، فشار هم مساوی رو جیش گوشن اچ ماکس در اومد. بعد گفته چقدر به ظرف اضافه کنیم، یعنی 10 سانت دیگه 40 بوده به شده 50. من جواب 10 رسیدم، بعد میگه این گزینه چند شد؟ گزینه 2 بچه. بله میشه از این هم رفت به طرف وسط نی کنی دیگه. بعد من رابطه جدید اینجا ایجاد نمی کنم، من اون چیزایی که بلدم رو دارم باش سوال حل می کنم. فروتن نفهمید. اد شد 1/2 متر، نیم متر. مهاجری اد شده نیم متر. نیم متر یعنی 50 سانت. خب یه بار دیگه از اول. میگه در شکل روبرو بیشین نیرویی که ضرب از طرف جیوه. آیا ابوالفضل از طرف جیوه، نه هوا و جیوه، از طرف جیوه تحمل میکنه 135. آقا من برداشتم، خب این F دیگه تقسیم بر A کردم شد فشار، منتها چون F ما بیشترین F ممکنه پس P ما هم بیشترین حالت ممکنش در میاد. P رو در آوردم، بعد P مساوی رو جی H گذاشتم، H رو در آوردم، دو تا کار ساده کردم. بعد اچ در اومد 1/2 متر مهاجری، اچ در اومد نیم متر، نیم متر یعنی 50 سانتی متر. بعد سوال گفته چند سانتی متر میتونم به ارتفاع جیوه اضافه کنم، من در آوردم بیشترین ارتفاعی که ظرف میتونه تحمل کنه 50ه، بیشترینش 50ه. خب 40 تا هم که الان داخلشه، پس 10 تا میتونم بهش اضافه کنم که ظرف نشکنه. یه بار دیگه توضیح دادم، سوالاتونم داخلش بود. دوباره اگر کسی مشکل داره بپرسه. فروتن فروتن خب بچه این سوالو حل کنید، سریع حل کنید.
جوابش هم اعلام نکنید تا بگم. بچه ها تو این سوال نگفته فشار ناشی از مایه ها، فشار کل گفته، یعنی اون پی صفر مهمه، پی هوا مهمه. اعلام کنید جوابا رو، اعلام کنید. خب 4-4 بقیه بچه ها شهیدیان فروتن هم 4 حسینی هم 4 خوبه. خب من حل کنم. حالا میگه در شکل مقابل فشار در نقطه بی چند برابره؟ خب طبق معمول کسری می نویسیم. حالا فشار تو نقطه بی میشه رو جی اچ بی به اضافه پی صفر توی آ، رو جی اچ آ به اضافه پی صفر. خب حالا عدد بذاریم. آیا چیزی ساده میشه؟ نه. چرا؟ چون بینشون جمعه، ساده نمیشه. پس عدد بنداز داخلش. رو گفته 1، باید کیلوگرم بذاری میشه 1000، ضرب در 1000 میکنید جی 10. حالا بیا ببینم ارتفاع بی چنده. ارتفاع بی 50 نیست، عمق بی 50 نیست، عمق بی 60، یعنی 6/10 به اضافه 9 10 به توان 4. بیام اینجا رو جی اچ دوباره 1010. حالا عمق آ چنده؟ 10 سانت، یعنی 1/10 به اضافه همون فشار هوا. خب یه ضرب و تقسیم کنیم بالا، این میشه 6000، پایین میشه 1000. اینم من این شکلی می‌نویسم 99000، پایینم 99000. حالا جمع کنیم میشه 105000 به روی 100000 که بعد این ساده کنی 21/20. حالا یکی ممکنه بگه آه از اول تواندار میکردی، اون شیشه رو تواندار میکردی دیگه، حساب کتابش راحته با خودتون، هم که جواب دادید دیگه. خب خیلی عالی، خیلی عالی. حالا یه سوال پرسم و تمام. بچه ها اگه اختلاف فشار آ و بی رو میخواستیم چیکار میکردیم؟ اختلاف فشار میخواستیم چیکار میکردیم؟ میتونستیم از این بریم، یعنی دلتا پی آبه میشه رو جی دلتا اچ، یعنی 50. اوکی؟ که مترم باید تبدیل میکردیم دیگه.
یعنی اگه اختلاف میخواست میتونستیم از اختلاف ارتفاع بریم، ولی چون نسبت خواسته گفت چند برابره باید از این بریم. خب تا اینجا خوبه؟